اصلا جمع. دقت کنید اینجا خیلی جای بحث داره. تکنیک های قبلی از همین جا دست و پا هم در بین را این حالت اجرا میشه، ولی در تکنیک هایی که من خدمتتون ارائه خواهم کرد دقت کنید پیچش دست از پایین و به این حالت. اینجا چند تا بحث هست، دقت کنید. یکی بحث خود این دوران هست و بحثی که ببینید ما در تکنیک های کانفوتوها میگیم تکنیک ها دارای شوک و قفله، ولی عملا در اجرای تکنیک ها چیز رو مشاهده نمی کنیم. خب ببینید یه بحث این که کاملا پا میاد کنار پا از این ناحیه در اینجا قرار نمیگیره، کاملا بدن پیچه توی یک خط و دفاعی دوما. اما خود بحث دفاعی دوما رو دقت کنید، تکنیک دوما از اینجا به این حالت اجرا نمیشه عزیزم. اینو شما هر چقدر محکم بزنید دقت کنید به آرنج فشار میاد و فقط قدرت گیری از کتف، در حالی که ما این تکنیک رو دقت کنید برش خیلی کوتاه و تمام بدن، یعنی پشتوانه این ضربه از کتف نیست، کل بدن پشت این دفاعی دوماست. اما خود دفاعی دوما رو دقت کنید به ناحیه مطلوب من دقت کنید، توجه داشته باشید، دوما نه اینه نه اینه، یک زاویه 45 درجه روی دست ما به خودش میگیره. از اینجا دقت کنید همراهان عزیز، از اینجا پیشتر برمیگشتیم و دست ها به این حالت. ببین باز همین قدرت فقط قدرت های دست تا کتفه، در حالی که دقت کنید و دست میپیچه بدن برمیگرده و از محور ناف، ببینید از این ناحیه دست ها دقت کنید، من یه بار اجرا میکنم ببینید به سمت جلو، یعنی فقط نیروی سد کننده نیست، در این که سد میکنه به سمت جلو هم نیرو وارد میکنه. از اینجا دقت کنید دست میاد باز پهلوها و با پا همزمان دست باز میشه. این اجرا رو دقت کنید، در همون فیلم دانشگاهی خود یارونا هم که این تکنیک رو اجرا میکنن کاملا نشون میدن که دست از اینجا باز میشه و از اینجاست که به حالت رتون میگه، اینجور نیست که از همینجا به این حالت باز کنیم، کاملا توی بدن و از اینجا به این حالت.